اجازه بدید که درود بفرستم به آقای گلزار عزیز. آقای گلزار عزیز از مبارزین فعالین حقوق بشر هستند و فعالین طبیعت، به ویژه از مبارزین و فعالینی که در حقیقت آنچه رو که مورد نظر دارن دموکراسی هست و استقرار دموکراسی رو همانند مصدق بزرگ که اعلام کرد برای کشور ما دموکراسی از هر چیزی و از نان شب هم واجبتر است. این چیزیست که گفته تاریخی که از اونه و امروز روز که در اثر استبداد ویرانگر مذهبی بر ایران یک چنین جفایی رفته، هر روز بیشتر پیش مشخص میشه که دموکراسی و استقرار دموکراسی در حقیقت میتواند و کوشش در رابط استقرار هم میتواند تنها در درمانی باشد که برای این درد بی درمان استبداد در واقع تجویز میشود. اجازه بدید که از آقای میکروفون در قسمت اول میکروفون در اختیار آقای گلزار بگذاریم و در زمین صحبتاشون امیدوارم به این مسئله، به این سوال جواب بدن که چه علتی است که بعد از درگذشت آقای بنی صدر این چنین از اقبال عمومی مواجه شد، با وجود این که ایشون در اول کار، در اول برآمدن جمهوری اسلامی نقش داشتن، ولی در این حال چگونه است که آزادی خواهان، دموکراسی خواهان همچنان به احترام ایشان و بزرگداشت ایشان در حقیقت آقای بنی صدر رو جز شخصیت های تأثیر گذار در استقرار دموکراسی میدانند. آقای گلزار درود بر شما، بفرمایید، میکروفون در اختیار. سلام دارم خدمت شما و سلام دارم خدمت همه عزیزانی که در اتاق هستن. خدمتتون عرض کنم که در این که دموکراسی رو بسیاری در ایران خواهان بودن که ممکن بشه برقرار بشه شکی نیست. بسیاری از احزاب و گروه ها هم در انقلاب ایران شرکت فعال داشتن، مخصوصا جامعه ایرانی مستقل از همه گروه ها و احزاب خود فعال پایداری بود و این اول بار بود در جامعه جهانی که مردم خود رو رهبری میکردن. هر گروهی، هر دسته‌ای در هر کجای کشور فعال عمل میکرد، ولی یه وجه مشترکی داشتن که اون شعارشون استقلال طلبی، آزادی خواهی و در حقیقت جمهوری میخواستن و جمهوری اسلامی که صفت اسلامی گرفت، تصور مردم بر این بود که عدالت خواهیشون در چارچوب این صفت اسلامی ممکن میشه. قراری هم نبود که آقای خمینی و دیگر روحانیت در قدرت شرکت داشته باشند. تصور مردم بر این بود که با عهدی که آقای خمینی به مردم بسته بود و تعهدی که سپرده بود بر تعهد خود میماند، مثل بقیه مراجع که در طول تاریخ اگر تعهدی میسپردن قرار بر این بود که مرجع بیاد و تعهد خود عمل کنه. خب آقای خمینی بر تعهد خود نمون، گفت دیروز دیروز بود، امروز امروزه و در حقیقت زیر تعهدش رفت. آنچه که گروه های سیاسی و شما اسم آورید آقای بنی صدر، این که این دموکراسی ممکن بشه، خب ایشون نقش بسیار فعالی داشته، ولی دو نظریه از روز اول در مقابل هم قرار گرفت. یک نظریه که آقای بنی صدر 20 عصر رو با آقای خمینی پیشنهاد کرده، آقای خمینی 19 عصر از اونها رو در مصاحبه ها گفته، از جمله آزادی زنان در پوشش، در شغل، در رشد، در تحصیل، اینها رو آقای خمینی تعهد سپرده. آزادی احزاب و گروه ها،
اینها رو بخش به بخشش رو آقای خمینی آنچه را که پیشنهاد آقای بنی سر بوده گفته. اینکه احزاب و گروه‌ها غیر از اون، روزنامه‌ها، تشکل‌های اجتماعی، فعالیت‌هاشون و عدالت‌خواهی، اینها رو همه رو صحبت کرد. پس یه نظریه بوده که از قبل رضا و بعد از اینکه استبداد حاکم شده تا بهار، در دوام خودش این همیشه توضیح داده شده. نظریه آقای بنی صدر، آقای خمینی هم بیان کرد. یک عفو آقای خمینی بیان نکرد و بنا بود که عفو عمومی داده بشه. آقای خمینی گفت وقتی میریم ایران این رو خواهیم گفت، مثلا یک در اونجا بیان خواهیم کرد. و وقتی اومد ایران، به جای اینکه عفو عمومی بیان کنه، رفت آقای خلخالی رو به عنوان حاکم شهر انتخاب کرد. و آقای خلخالی در کتاب خاطراتش میگه بیش از 500 نفر رو من اعدام کردم. چه کسانی رو که دیگه اعدام کردن در اون لیستشون قرار نداره رو نمیدونیم، ولی اون حداقل اون چیزی که ایشون گفته، به ناحق جنایتی رو در ایران پایه‌گذاری کردن که الان میبینیم داعش یا طالبان اینها نازایده اون طرز تفکرن. تا قبل از اون ما همچین کاری رو کسی نمیکرد. بگذاریم که انقلاب ایران پیروزی گل بر گلوله بود، یک تحولی عظیم در سطح جهان بود. آقای بنی صدر در این تحول نقش داشته. اگر شما گزارشات روزانه رئیس جمهوری به مردم رو به مدت 10 ماه و 20 روز مطالعه کنید، در هر روز هشدار میده که حزب چماق و دستان میخوان در ایران حاکم بشوند. اینها میخواهند کودتا بکنن بر علیه آزادی ها. اینها میخواهند استبداد نوعی رو تحت نام دین حاکم بکنن. شما هر روز به شکل های مختلف این رو به عنوان هشدار میشنوید. از قبل از اینم که این گزارشات روزانه رو بنویسه، 200 سرمقاله از ایشون به چاپ رسیده. در تمام این سرمقاله ها، شما نه در تمامش بلکه در بسیاری از اینها، هشدار داده میشود از اینکه مردم اگر در صحنه نمانید، استبداد نوعی رو تحت نام یک استبداد دینی به جای قبلی حاکم خواهند. غیر از اینها، ایشون تا قبل از که رئیس جمهوری بشه 470 تا سخنرانی کرد. در اونها شهر به شهر هشدار میداده به ملت. و چه در ایران مواضعی که گرفته بر ضد گروگانگیری، که با سرمقاله‌ای که چاپ کرد گفت که آمریکا ما را به گروگان خواهد گرفت، مخالفتش با جنگ، یکی از اصولی که ایشون عنوان کرده که من چرا خودم رو کاندیدای ریاست جمهوری میکنم، در سرمقاله میگه چون تمام شواهد نشان میدهد که در ایران اینها عراق مقدمه حمله کنه، من برای پیشگیری و دفاع خودم رو کاندیدا میکنم که به اصطلاح مردم اگر به من رأی دادن این عمل رو انجام بدم در دفاع از وطن. اگر شما به 14 دلیلی که آقای خامنه‌ای در مجلس بیان کرد توجه بکنید، که برای من جالبه، خبرگزاری فارس در پیامی که داده برای فوت آقای بنی صدر این 14 دلیل رو 2 مرتبه چاپ کرد. خیلی جالبه، خیلی جالبه برای من، برای اینکه اینها این 14 دلیل حکم جنایت و فسادی است که این نظام میکنه. میگوید اون یک رئیس جمهور مخالف حزب جمهوری اسلامی بود، مخالف روحانیت حوزوی بود، مخالف ولی فقیه بود، مخالف اعدام و شکنجه بود، مخالف خود شخص خمینی بود. بعد میگه که اون میخواست اقتصاد ایران رو مثل فرانسه بکنه. او به صلاح نظرش بر نظر دفاع از حقوق بشر کذایی، حالا یه غربی کذایی هم بهش اضافه کرده. خب اینا 14 دلیل در اونجا میشماره. مخالف سپاه پاسداران است، مخالف دادگاه های ویژه روحانیت است، دادگاه انقلاب است و مخالف بسیج است. اینها رو هم در اونجا عنوان کرده. تصور اینا اون بوده در زمان اون سال، به اصطلاح سال 60، که اگر با این دلایل بیان عنوان بکنن که واقعیتی بود در حقیقت، و آقای بنی صدر شهر به شهر اینها رو بیان میکرد، اگر اینها گفته بشه
مستمسکی است که اون رو برای اعدام، برای حکم اعدام بدن. حکم رو کجا میدن؟ در یک دادگاهی که کسی از خودش دفاع کنه. حکم رو در قیاب طبق گفته های آقای خامنه‌ای به 7 بار اعدام محکوم کردن. یک به خاطر که مخالفت با ولایت فقیه، مخالفت با شخص خامنه‌ای، مخالفت با دادگاه های انقلاب، موافقت او و پشتیبانی او از حقوق بشر، اینها شد به صلاح حکمی که 7 بار او رو به او اعدام محکوم کرد. از اون زمان تا به امروز هم ایشون در صحنه خارج 850 سرمقاله، طولانی ترین نشریه که در تاریخ ایران به گفته آقای حمید احمدی که تاریخ شفاهی رو ایشون بنیانگذاری کرده، میگه طولانی ترین عمر تا مثلا روزنامه نگاری داره که پشت سر همین کار کرده. فقط 850 شماره در خارج کشور ایشون سرمقاله نوشته، 360 وضعیت سنجی در سایت کرده، از اون موقع که ما روزنامه رو تبدیلش به سایت کردیم و فعال شده در اونجا، و مصاحبه کرده و در تمام اینها تشریح کرده در دفاع از استقلال، آزادی وطن، حالا اطلاعیه و بیانیه که جای خود داره. فقط در 5 ماه گذشته که حال ایشون خوب نبود و در شرایط خوبی نبودن، 4 بیانیه داده و در اونجا موضع میگیره. در بیانیه سوم مینویسه که بیماری نافی مسئولیت نمیشه و موضع شدید گرفته. با دستنویس بیانیه نوشته بر ضد انتخاباتی که بر مردم ایران به صلاح اجحافی که مردم ایران کردند و آقای خامنه‌ای یک مستبد تاریخی رو میخواهد بر جامعه و این کار انجام داده به عنوان رئیس جمهوری تا بتواند جامعه رو به زانو در بیاره. این خب مجموعه شما برآورد یک شخص رو به چی میسنجم؟ مجموعه اعمال یک عمرش میسنجم. کسی که از 60 سال پیش رفته پیش سارت، کمیته سارت رو درست کرد و در اون کمیته سارت دفاع میکردم از زندانیان سیاسی با هر عقیده و مرامی در ایران، در دفاع از اونها بوده، تا کسی که تمام عکس ها و شواهدی رو که در حقیقت در ایران شکنجه میکنن، اعدام میکنن پنهانی، اینا در اختیار رسانه های جهانی قرار بوده زمانی که رئیس جمهوری بوده، کسی که از وزیر خودش شکایت میکنه، کسی که 75 بار خمینی رو محکوم میکنه که شما نقض کردید قانون اساسی رو، و کسی که وقتی به او پیشنهاد میکنن که داماد خمینی میره پیشش میگه شما آقای اشراقی که شما 8 روزنامه و 7 دونه سازمان سیاسی رو ببندید، رئیس جمهور میمانید، عزیز میمانید، فرمانده کل قوا میمانید، به همه چی. و او پاسخ میده مردم من رو انتخاب کردن که من از استقلال و آزادی وطن و از حقوق این اقلیت ها دفاع کنم، نه اینکه به من رأی دادن که من رو مأمور این بکنه که دیگران رو بکشم و جنایت بکنم. خب اونها 3 روز بعد حکم آقای خمینی اعلام کرد و کودتا رو پیش بردن، بعد مجلس و بعدم حکم اعدام داد. خب یه همچین شخصیتی در تاریخ ما کمیاب نابست که از حق همگان دفاع کنه. 73 جلد کتاب چاپ شدهش الان چاپ شده و بسیار کتابهایی که در حقیقت مقالات ایشون هست، اینها 27 جلد کتاب میشه، اگر که هر کتابی 400 صفحه باید چاپ بشه. اینها در حال انتشار هستن، از قبل در حال انتشار بودن و داره ادامه پیدا میکنه. خب یک مجموعه کاری فکری کرده در رابطه با دموکراسی، در دفاع از حقوق انسان. توجه بکنید در کشور ما اول کسی که در راجع به حقوق در دین نوشته و تحلیل کرده و به استناد آقای ونی‌صدر، بعد سالها بعد آقای منتظری هم یک جزئیه دادم در دفاع از حقوق انسان. قبل از اون شما نمیبینید اصلا، نه فقیهی نه کسی گویی یه دینیه که این مردم باید بهش عمل کنن، چرا که یه فقیهی یا یه آخوندی از اون بالا حکم صادر میکنه. این ذهنیتی که انسان دارای حقوق است و تکالیفی که داره باید منطبق باشه با حقوق، بیانیست که ایشون کرده و دفاعی که از حقوق انسان کرده در مجموعه کارهایی که انجام داده،
چه در رابطه با دموکراسی باشه، چه در رابطه با علوم اجتماعی باشه و غیر. و این افتخاری است برای ملت ایران که کسانی که دفاع از استقلال و آزادیشون میکنن مثل شخص بنی‌صدر عمری رو در خدمت بودن و خب مجموعه کسانی که صحبت کردن راجع به آقای بنی‌صدر به گفته شما دوست گرامی خب میگویند یک آدم پاکدستی بود، انسان معتقدی بود، از استقلال و آزادی وطن دفاع میکرد و یاد و خاطرش همیشه زنده خواهد ماند، همونطور که تمام آزادی خواهان و استقلال طلبان جهان یاد و خاطرشون در ذهنیت جهانی زنده میمونه. امیدوارم پاسخ داده باشم، ولی یک صحبت خیلی کوتاه هم میخوام راجع به وضعیت اقتصادی بکنم. امروز صحبت از بالا بردن اجازه بدید باز میخوام اجازه بدید اینو در قسمت دوم صحبت بکنیم. اجازه بدید اینو در قسمت دومی که به صدا وقت شما دارید بهشون خواهیم پرداخت.